با نام و یاد خداوند. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان و جهان: فشارهای شدید جبهات ضد طالبانی و کشور ایران به دولت امارات. نواختن زنگ خطردار آمریکا از ترس جنگ با روسیه. و در ادامه این گزارش، هشدار فوری کمیسیون حقوق بشر از بحران بزرگ در افغانستان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. جبهه مقاومت میگوید لابیگری برای طالبان کاری بیهوده است. همزمان با مطرح شدن موضوع به رسمیت شناختن طالبان از سوی آمین محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود گفته است که لابیگری برای طالبان یک کار بیهوده است. جبهه مقاومت روز پنجشنبه 31 حمل در پیامی به مناسبت عید فطر به اظهارات اخیر آمین محمد نیز واکنش نشان داده و آنچه را که لابیگری برای طالبان خوانده بی‌نتیجه و در منافات با منافع جمعی مردم افغانستان دانسته است. این جبهه گفته است که از سازمان‌ها و کشورهای منتخب و جهان انتظار دارد که به جای چشم‌پوشی از جنایات طالبان در صف مردم قرار بگیرد و از تعامل و فرصت دادن به این گروه دست بردارد. در اعلام این جبهه بر پاسخگو کردن طالبان در برابر رفتار و عملکردشان نیز تاکید شده است. جبهه مقاومت طالبان را به رفتارهای جنایتکارانه غیر انسانی و اسلامی متهم کرده و گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به زندان مجسم مردم بینوا و مظلوم تبدیل شده است. باید افزود که این جبهه یک بار دیگر بر اتحاد و هماهنگی تمام نیروهای ضد طالبان تاکید کرده است. باید افزود که آمینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، اخیراً در نشست در دانشگاه برنسون آمریکا گفته است که این سازمان قصد دارد برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در افغانستان در روزهای آینده نشست را ترتیب دهد تا در مورد به رسمیت شناختن طالبان گفتگو کند. این اظهارات او با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده و سخنگویان سازمان ملل در یک نشست خبری گفته است که این سازمان برای طالبان لابی نمی‌کند. در همین رابطه شورای مقاومت می‌گوید که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان به معنای تقویت تروریسم است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان متشکل از شمار از چهره‌های سیاسی مقیم در خارج در واکنش به اظهارات اخیر آمین محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان به معنای تقویت گروه‌های تروریستی در کشورهای ناامن جهان است. شورای ملی برای نجات افغانستان همچنین گفته است که اظهارات آمین محمد خلاف اراده و آرزوهای مردم افغانستان و در جهت مشروعیت بخشی به نقض حقوق بشر، نقض حقوق اساسی زنان، تصفیه‌های سیاسی، قومی، زبانی و مذهبی، تعطیل قانون اساسی و محاکمه صحرایی است. در بیانیه این شورا آمده است که مردم افغانستان انتظار دارند که سازمان ملل به جای تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان برای پایان دادن به بحران این کشور از راه‌های سیاسی تلاش کند. با این حال در بیانیه تاکید شده است که اگر تصور این باشد که با این روش طالبان می توان کنترل کرد، این نونگاه از بنیاد نادرست است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست است که در برخورد با قضایای افغانستان منافع مردم را در نظر بگیرد و برای حفظ امنیت در افغانستان، منطقه و جهان از انعطاف در برابر طالبان خودداری کند. و گزارش دیگر این که آمریکا از ترس درگیری با روسیه زنگ آلارام را به صدا درآورده است. تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که تصمیم ایالات متحده برای درگیری با روسیه و چین به دلیل حضور تسهیلات هسته‌ای در مسکو و پکن با نیروهای آمریکا روبرو شده است. به گفته روزنامه نگار آمریکایی، چین در نظر دارد پتانسیل هسته‌ای خود را گسترش بدهد و از این طریق توازن قوا در عرصه بین المللی تغییر بدهد. برخی از جمهوری خواهان در مورد افزایش پتانسیل هسته‌ای بعد از انقضای استارت تا حدی صحبت کردند که بتواند در برابر ترکیب قوای روسیه و چین مقاومت کند. تحلیلگران روزنامه نیویورک تایمز تصریح کردند که همه در ایالات متحده با این پیشنهاد موافق نیستند و بسیاری از آنها واکنش‌های بیش از حد می‌نمایند. میتوبان، استاد دانشگاه هاروارد، گفته است که فکر می‌کنم این دیوانگی است که فکر می‌کنیم همزمان با دو جنگ هسته‌ای خواهیم شد. در همین رابطه نیکولای پاتروشیف، سرمنشی شورای امنیت روسیه، پیش از این هشدار داده بود که رفتار تحریک‌آمیز غرب در چارچوب بحران اوکراین می‌تواند منجر به جنگ هسته‌ای شود.
و گزارش دیگر این که رئیس جمهور ایران میگوید حکومت افغانستان باید متشکل از همه اقوام و مذاهب باشد. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در یک ضیافت افطاری با سفیران و کارداران کشورهای اسلامی در تهران تاکید کرد که باید در افغانستان حکومت فراگیر شکل بگیرد. ابراهیم رئیسی گفته است که حکومت فراگیر به معنای از همه اقوام، مذاهب و مردم افغانستان مورد تاکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است. باید افزود که ابراهیم رئیسی سیاست همسایگی و ارتباط با کشورهای اسلامی را هم از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. افغانستان را هم عضوی از پیکره جهان اسلام دانسته و افزود است که امروز زمان تحقق اراده مردم این کشور برای تعیین سرنوشتشان است. جمهوری اسلامی تاکنون بارها از طالبان خواسته تا حکومت فراگیر شکل بگیرد، اما طالبان این خواسته ایران را دخالت در امور داخلی افغانستان می‌داند. و گزارش دیگر این که کمیسیون حقوق بشر میگوید ادامه محدودیت های طالبان در برابر آموزش دختران سبب گسترش خشونت می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که ادامه محدودیت های طالبان در برابر آموزش کودکان دختر و دختران نوجوان بر روان آنها آسیب رسانیده و سبب گسترش ناامنی و خشونت در افغانستان می شود. کمیسیون حقوق بشر این موضوع را روز پنجشنبه 31 حمل در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر تعلیق فعالیت مؤسسات آموزشی در ولایت‌های قندهار و هلمند مطرح کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی در این مورد از طالبان خواسته است که پیش از این حقوق و منابع کودکان و نوجوانان کشور را به بازی نگیرد و مانع تحقیق برنامه‌های مؤسسات آموزشی در افغانستان نشود. باید افزود که وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان فعالیت تمامی مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تا امر ثانی به حالت تعلیق درآورده است. در یک نامه این وزارت که بر ریاست معارف قندهار و هلمند فرستاده شده آمده است که تا زمان تعیین هیئت و تحقیق در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل اختلافات در سطح محلی فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این نامه در تاریخ 27 حمل با امضای حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان صادر شده است. از تاریخ صدور این نامه فعالیت آموزشی یونیسف، سیف دی چیلدرن و دیگر نهادها در قندهار و هلمند به حالت تعلیق درآمده است. این همه در حالی است که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در سراسر کشور منع کرده و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز برای دختران مسدود کرده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.